هشدار ژنرال جیمز کانوی، فرمانده پیشین تفنگداران دریایی آمریکا. رژیم ایران به طور فعال به تروریست‌ها کمک می‌کند تا در سراسر جهان کشتار وحشیانه ای را انجام دهند. افشاگری فاکس نیوز: دولت اوباما به عملیات قاچاق مواد مخدر حزب الله و عملیات پولشویی آن کارت عبور آزاد داد تا به این وسیله به رسیدن به برجام کمک شود. کشته شدن 1175 شبه نظامی و حوثی وابسته به رژیم ایران در یمن در یک هفته. تلویزیون اسکای نیوز گزارشی از کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در پاریس منتشر کرد و با شماری از شرکت کنندگان مصاحبه هایی ترتیب داد. در کنفرانس پاریس تعدادی از شخصیت‌های برجسته، پژوهشگران آمریکایی، اروپایی، ایرانی و عرب شرکت داشتند. آنها در مورد نحوه جلوگیری از دخالت‌های رژیم ایران در کشورهای همسایه ایران و ادامه برنامه جدل برانگیز موشک‌های بالستیکی این رژیم گفتگو کردند. سنابرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران: یجب التركيز قبل ان نركز على الدول الغربيه او امریکا او على هذه الدول، يجب ان نركز على ذاتنا. قبل از اینکه بر روی کشورهای غربی و آمریکا تمرکز کنیم، می بایست بر خودمان تمرکز کنیم. بدین معنی که ما فرزندان و خلق‌های منطقه خاورمیانه که از جنگ، تروریسم و کشتارهایی که در داخل و خارج ایران به دست رژیم آخوندی در سوریه، عراق، یمن و دیگر کشورها انجام شده رنج برده‌ایم. بنابراین باید متحد شویم. این پیام گرد همایی است. اما نائبه في البرلمان الفرنسي ميشيل دو فوكلور فقالت ان الهدف من مؤتمر المعارضه الايرانيه الوصول الى ايران حره. میشل دو فوکلور نماینده پارلمان فرانسه گفت هدف از گرد همایی اپوزیسیون ایران رسیدن به یک ایران آزاد است. هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات. إن جرد همائي يكي از سلسلة جرد همائي خواهي بين المللي است كي اپوزيسيون إيران براي دستيابي به يك إيران آزاد برگزار مي کند. هدف اصلي از آن مطلع کردن تمام جهان و دولتهای من از وضعیت خطرناک در ایران و خواست قطع هر رابطه دیپلماتیک یا اقتصادی با رژیم ایران است. من جانبه قال سفير اليمن في فرنسا رياض ياسين ان طموحات طهران في السيطره على العاصمه. رياض ياسين سفير اليمن در فرانسه به تلویزیون اسکای نیوز گفت تلاش های رژیم ایران از طریق شبه نظامیانش در یمن شروع به فروپاشی کرده است. و ان ما تقوم به ملیشيات الحوثيين في داخل اليمن. آمریکا در حال تدوین یک استراتژی برای مقابله با توسعه طلبی نظامی رژیم ایران در منطقه است. این در حالیه که فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده می‌خواهد شبه نظامیان رو در سوریه و عراق افزایش بده. گزارشی از العربیه. بیش از هر زمان دیگر رژیم ایران زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفته است. رژیم ایران به طرز بی سابقه ای شبه نظامیان خود در منطقه را گسترش داده است. مقام های رژیم ایران در اظهارات داخلی خود با این شبه نظامیان به ستیزه‌گری در منطقه ترغیب می کنند. برآوردها از وجود 125 هزار شبه نظامی رژیم ایران تنها در سوریه حکایت می کنند. ژنرال مک‌مستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، تلاش می‌کند یک استراتژی تدوین کند تا از توسعه طلبی نظامی رژیم ایران و تهدید منافع آمریکا در منطقه جلوگیری کند. پنتاگون می‌گوید قصد دارد به حضور نیروهای آمریکایی در سوریه ادامه بدهد.
به نوشته والستریت جورنال، علت این حضور جلوگیری از تقویت نظامی رژیم ایران در سوریه است. آمریکا همچنین می‌خواهد مانع از ایجاد یک پل نظامی میان تهران و حزب الله در لبنان شود. به موازات این، نگرانی شدیدی وجود دارد که رژیم ایران تلاش می‌کند در شمال غربی سوریه مراکزی برای ساخت موشک‌های دوربرد ایجاد کند. اما در تهران قدرت نمایی رژیم ایران ادامه دارد. پایتخت به یک نمایشگاه نظامی شبیه است. اظهارات داخلی مقام‌های رژیم نیز جنگ افروزان است. فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید نیاتی برای تقویت نظامی در عراق و سوریه وجود دارد. او این دخالت‌ها را امتداد انقلاب می‌داند. توسعه و گسترش علنی رژیم ایران بعد از ظهور پدیده‌ای به نام داعش شروع شد، اما امروز بعد از محاصره تقریبا کامل داعش، واشنگتن به تمرکز بر روی رژیم ایران و تهدید آن برای صلح منطقه و جهان باز می‌گردد. آمریکا نگران هدف قرار گرفتن نیروهایش در سوریه است. آمریکا باعث شد واشنگتن هشداری را به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بفرستد. افشای اعمال تروریستی رژیم ایران نیز بیانگر تغییر تمرکز آمریکا روی رژیم ایران است. افشاگری اخیر نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، به عنوان یک تحول مهم در برخورد با رفتار شرورانه رژیم ایران تفسیر میشه. مقاله سید هیلی ان اصبحت قصه مهمه للعالم. بالفعل ما يحدث هذا المساء في واشنطن هي قصة مهمة جدا للعالم. دکتر حمود ابوطالب، نویسنده و پژوهشگر سیاسی از ریاض، به تلویزیون اسکای نیوز گفت آنچه که در واشنگتن جریان داشت یک داستان مهم برای جهان است. نیکی هیلی گفت ما امروز یک گام مهم و بزرگ با یک هدف مبرم اتخاذ می‌کنیم و به رژیم ایران اجازه نمی‌دهیم در این مسیر حرکت کند. نمایش این اطلاعات یک گام بسیار مهم برای توقف رفتار زشت و منفی رژیم ایران است. مهمتر این که صحبت‌های نیکی هیلی تنها روی برنامه اتمی رژیم ایران متمرکز نبود، بلکه تمرکز بر روی جوانب دیگر بود، آن هم با ارائه دلایل قاطع. او درباره حمایت رژیم ایران از تروریسم در منطقه و دامن زدن به آن صحبت کرد. ما بازوانی می‌شناسیم که رژیم ایران ایجاد کرده است. علاوه بر این، مسئله فقط به کشورهای خلیج فارس بر نمی‌گردد که در اطراف ایران قرار دارند و از رفتار ایران متضرر هستند. بلکه خانم هیلی اشاره کرد این رفتار رژیم ایران برای تمام جهان مهم است. وی رژیم ایران را شدیداً محکوم کرد و قول داد دلایل قاطع جدیدی در مورد فعالیت‌های این رژیم افشا کند. این مسئله نشان می‌دهد ما در یک مسیر جدید و عملی برای متوقف کردن رفتار زشت و منفی رژیم ایران قرار گرفته‌ایم. رفتاری که صلح منطقه و جهان را به خطر انداخته است. ما به سمت یک تحول ریشه‌ای در برخورد با رژیم ایران و توقف فعالیت‌های تروریستی و تهدید آن برای صلح منطقه پیش می رویم. تعامل مع ایران و ایقاف ممارساتها الارهابیه و تهدیدها لسلم المنطقه. بحران پناهجویان در کانون اختلافهای رهبران اروپا است. بعضی اون رو تهدید و بعضی دیگه اون رو فرصت می دونند. گزارشی در همین رابطه. هفته گذشته 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در ساختمان شورای اروپایی گرد هم آمدند تا درباره استراتژی‌های بلند و کوتاه مدت اتحادیه اروپا بحث و گفتگو کنند. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، بحران پناهجویان، اجرای کاهش قدرت برخی از کشورهای شرق اروپا به دلیل عدم تعهد آنها به مفاد منشور اروپایی و واکنش به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل محورهای مورد بحث بود. بحران پناهجویان در کانون اختلافهای رهبران اروپا بود.
رئیس جمهور فرانسه یکی از اولین میهمانان مهم این نشست درباره بحران پناهجویان صحبت کرد. وی از مواضع پیشین خود در مورد کمک به کشورهای غیر اروپایی درگیر بحران پناهجویان، خصوصاً کشورهای شمال آفریقا دفاع کرد و گفت حتی اگر لازم باشد باید مداخله نظامی کرد تا این بحران در کشورهای مبدأ از بین برود. امانوئل ماکرون بر گسترش همکاری‌ها با دولت‌های شمال آفریقا برای جلوگیری از گسترش بحران پناهجویان به قاره اروپا تاکید کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که همواره نشان داده است دیدگاه متفاوتی نسبت به دیگر رهبران اروپایی در قبال بحران پناهجویان دارد، به خبرنگاران گفت آن کشورهایی که مرزهای ورودی پناهجویان هستند مسئولیت سنگینی دارند. مشخص شده است که پیمان دوبلین کارایی ندارد و ما به همبستگی بیشتری در اروپا نیاز داریم. آنگلا مرکل همواره انتقاد شدیدی از کشورهای شرق اروپا از جمله لهستان، جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی کرده است، چرا که به گفته صدر اعظم آلمان نه تنها این کشورها سهمیه بسیار پایین پناهجویان را نمیپذیرند، بلکه پناهجویان در این کشورها مورد آزار و اذیت و شکنجه فراوان قرار میگیرند. در مقابل دیدگاه صدر اعظم آلمان، نظر رئیس شورای اروپایی دونالد توسک قرار دارد. توسک با اصلیت لهستانی نگاه نزدیکتری درباره بحران پناهجویان به رهبران مجارستان و لهستان و جمهوری چک دارد. او به نوعی از صدر اعظم آلمان در این باره انتقاد کرد و گفت جدل میان شرق و غرب اروپا در این باره بیهوده است و باید به منافع مشترک فکر کرد. ارتش ملی یمن دنبال قطع سر افعی در استان سعده، پایگاه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران است. بالتأكيد بالنسبة للمعركة الساعة الغربي وخاصم الجال الجنوبي للحديدة هي تقريبا تمشي بحسب الخطة المرسومة لها. خالد النسی کارشناس نظامی و استراتژیک به تلویزیون اسکای نیوز گفت در رابطه با نبردهای ساحل غربی و به خصوص جنوب حدیده، عملیات تقریباً طبق طرح ترسیم شده پیش می‌رود. مانعی در آنجا جز میادین مین که شبه نظامیان حوثی در این منطقه صحرایی کاشتند وجود ندارد. ما بارها گفته‌ایم که همه جبهه‌ها باید با هم متحد عمل کنند تا فشار را بر حوثی‌ها بیشتر کنند. مشکل کنونی حوثی‌ها سلاح و سازماندهی نیروست، به خصوص بعد از برهم زدن شراکت با علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق و نیروهای وی. در جبهه سعده نیز نیروهای دولتی پیشروی داشتند و از طریق شهرستان خب و مناطق شمالی این شهرستان به نیروهای مستقر در استان جوف پیوستند. هدفی برای این نیروها باقی نمانده جز اینکه به سعده برسند. میان آنها و شهرستان سعده یک شهر باقی مانده که در کنترل حوثی هاست، آن هم شهرستان صفرات. شهر سعده برای حوثی ها مقدس است و مانند سمبول آنهاست. اگر نیروهای دولتی بر این شهر مسلط شوند، به لحاظ روحی نیز شبه نظامیان حوثی فرو خواهند پاشید. عملیات سعده با طرح ترسیم شده پیش می رود. مأموریت نیروها در این عملیات قطع سر افعی و سرکرده شبه نظامیان حوثی در سعده است. الحوثيين واي جماعه ارهابي في اي منطقه في الاخر هو مال واحد مع القطر الايراني في نفس التوجه، هو نفس عند الحوثيين عند داعش، يعني نفس الطريقه نفس الفكر. مقامات جزیره ماداگاسکار اجازه حفاری در 40 میدان نفتی دریایی و 100 میدان نفتی روی ساحل رو صادر کردند. آیا این کشور بر روی دریایی از نفت قرار گرفته؟ مدیریت اکتشاف نفت در ماداگاسکار را شرکت ملی معادن و صنایع استراتژیک در ماداگاسکار معروف به اومنیس بر عهده دارد. این شرکت در سال 1976 تأسیس شد و کارش بررسی و انتقال تمام داده‌های زمین‌شناسی و ژئوفیزیک است که برای اکتشاف نفت ضروری است. احتمال وجود نفت در ماداگاسکار به اوایل قرن گذشته میلادی باز می‌گردد.
زمانی که زمینشناسان تشخیص دادند که در غرب جزیره ممکن است نفت سنگین وجود داشته باشد. اولین اکتشافات نفت در ماداگاسکار در آغاز قرن 20 و پس از آن شروع شد که زمینشناسان حوزه‌های رسوبی در غرب جزیره یافتند که گمان می‌رفت حاوی منابع غنی نفتی باشد. تاکنون 5 حوزه رسوبی با قابلیت بالای تشکیل هیدروکربن شناسایی شده است. مقامات جزیره اجازه حفاری در 40 میدان نفتی دریایی و 100 میدان نفتی روی ساحل را صادر کردند. مدیر شرکت اومنیست می گوید ماداگاسکار جزء استانهای نفتی شرق آفریقا است. شرکت‌های نفتی خصوصی و خارجی به آزمایشگاه‌های تجزیه و تحلیل شرکت دولتی اومنیست دسترسی دارند. میزان ذخایر نفتی ماداگاسکار چقدر است؟ در این مرحله هیچ پاسخ دقیقی وجود ندارد. اکتشافات باید در لایه‌های عمیق‌تر زمین انجام شود. اما به گفته دولت ماداگاسکار تخمین زده می‌شود حداقل 1500 میلیارد بشکه باشد. البته نفت استخراجی از نوع سنگین با چگالی بسیار بالا و ماسه‌های نفتی است. هزینه استخراج این منابع نفتی بیشتر از آن بود که استخراج نفت را سودآور کند. اریک ادلمن سفیر سابق آمریکا در استانبول در جلسه استماع نیروهای مسلح آمریکا بر ضرورت مقابله با تهدید رژیم ایران در عراق و سوریه و سایر کشورهای منطقه تاکید کرد. بخشی از اظهارات اون رو در این جلسه می‌بینیم. ایران's quest for regional hegemony and very much intertwined with that the threat of persistent threat of Sunni Islamic. اریک ادلمن خطاب به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت بعد از اینکه خلافت فیزیکی داعش از میان برداشته شود باز هم توسعه طلبی رژیم ایران و فعالیت آن و حمایت آن از شبه نظامیان شیعی و نیروهای نیابتی در عراق و سوریه به افراطگری سنی نیز سوخت می‌رساند. فکر می‌کنم عاجل‌ترین امری که آمریکا نیاز است انجام دهد این است که استراتژی و طرح و سیاستی را پیش بگیرد که بازتاب واقعیت‌های جدید در سوریه باشد، جایی که رژیم ایران اکنون ضربه پذیر و بیش از حد گسترش یافته است، جایی که افراطگری جدید سنی‌ها در بالاترین نقطه خود قرار دارد. داعش خلافت خود را از دست داده است، اما حضور نیروهای روسی، نیروهای رژیم ایران، شبه نظامیان شیعی مورد حمایت این رژیم و حزب الله به آنها اجازه داده است تا مواضع خود را تقویت کنند. رژیم ایران دنبال آن است که پلی زمینی مستقیم از تهران به لبنان تا مرز اسرائیل و لبنان بزند. هرچند گزینه‌های خوشایند معدودی در این نقطه برای سوریه وجود دارد، اما فکر می‌کنم ما باید و می‌توانیم از توسعه طلبی رژیم ایران جلوگیری کنیم. Although there are few really appealing options at this point in Syria, I think we can and should exploit Iranian overextension there. من از اظهارات اخیر وزیر باتیس استقبال می‌کنم که گفت نیروهای آمریکا در سوریه خواهند ماند تا مانع از ظهور مجدد داعش شوند و فکر می‌کنم این اولین گام ضروری است. سفیر اریک ادلمن افزود من فکر می‌کنم ما باید بحث‌های عمومی در مورد بروز کردن طرح‌های اضطراری داشته باشیم تا در صورتی که رژیم ایران عملاً برجام را نقض کرد یا از برجام خارج شد، تأسیسات اتمی این رژیم را خنثی کنیم با تحریم‌های شدیدتر که سنا عمل می‌کند یا اینکه خود دولت آمریکا بخواهد توافق را شدیدتر اعمال کند، درست مانند همان کاری که با کره شمالی می‌کنیم. فکر می‌کنم پنتاگون باید توانمندی‌های خود را به کار بگیرد تا که عملاً موشک‌های بالستیک آزمایشی رژیم ایران را سرنگون کند. فکر می‌کنم همچنین ما نیاز است که فشارهای داخلی را روی رژیم ایران افزایش دهیم، چرا که رژیمی است که بسیار منفور است. می‌ترسم که برجام بیشتر به تندروها در ایران کمک کرده باشد، زیرا آنها هستند که کنترل بخش‌های اقتصادی را که بیشترین سود را از لغو تحریم‌ها می‌برند در دست دارند. I think we also need to increase the internal pressures on the Iranian regime. This remains a very deeply unpopular regime.
I fear that the JCPOA has actually mostly benefited the hardliners in Iran. ما می توانیم در یک کارزار تهاجمی اطلاعاتی با برجسته کردن پیچیدگی تبعیت از تحریم ها مانع فعالیت سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران شویم و تجارت فاسد نخبگان و نقض سیستماتیک حقوق بشر را نیز برملا کنیم. دانشمندان معتقدند که آنها ممکن است قدیمی ترین مهردار زنده زمین را در قالب یک کوسه باستانی گرینلند کشف کرده باشند. یک کوسه یک تنی با سن 512 سال. احتمالاً پیرترین مهردار زنده موجود روی زمین است. تعیین سن به روش تاریخ‌گذاری رادیو کربن صورت گرفته است.